جزئیات بیشتری بگه درباره آنچه که از مذاکرات آتش بس این لحظه میدونید. پریسا، همه چی به هم یه جورایی مرتبط هستش. سفر نتانیاهو به ایالات متحده، دیدارش با مقامات آمریکایی، سخنرانی در کنگره و همچنین فرستادن این هیئت به مصر، همه اینها شاید به گونه ای بتواند یک توافقی را به دنبال بیارد. پریسا، من بارها و بارها از گفتگوهای آتش بس در این 10 ماه سخن گفتم و هر دفعه گفتم که حتما به نتیجه خواهد رسید. این بار بسیار امیدوار هستیم و هر دفعه به شکست انجام میده. این بار هم باید گفت که با احتیاط بسیار بالا میگویم که بسیاری از مسائل در حال حاضر حل شده. یکی دو مسئله هستش که به اون خواهم پرداخت که در مرکز مذاکرات در حال حاضر قرار داره و ددی برنه، رئیس موساد و همچنین رئیس شین بت و مقامات دیگر اسرائیلی امروز عصر به قاهره میرن و در اونجا در رابطه با همین مسائل گفتگوها را آغاز خواهند کرد. به گفته رسانه‌های مصری به ویژه، هیئتی از مصر هم همچنین با مقامات دیگر میانجیگرها به قطر به قاهره خواهد رفت تا در آنجا با مقامات حماس در همین رابطه دیدار بکنند. مهمترین مشکلی که در حال حاضر در راه توافق وجود داره مسئله گذرگاه رفح محور فیلادلفی هستش و همچنین کوریدور نتساریم که جمال و جنوب نوار غزه را از هم جدا کرده. در رابطه با این محور هنوز معلوم نیست که چه نتیجه‌ای خواهد گرفت. اسرائیل حاضر نیست که به هیچ عنوان افراد حماس از جنوب به شمال نوار غزه برن همراه با مردم و در اونجا دوباره هماهنگی‌ها را برای بنا کردن دوباره تأسیسات نظامی آغاز بکنن. حماس میگوید که کوریدور باید کاملا برداشته بشه و همه مردم غزه آزادانه در این توافق به شمال برن. مسئله دوم گذرگاه رفح هستش که هنوز معلوم نیست که در این گذرگاه و کوریدور فیلادلفی که مرز مصر و نوار غزه را جدا میکنه چه کسی بر اونجا تسلط خواهد داشت. اسرائیل میگوید که اگر تسلط بر اونجا را از دست بده اسلحه به راحتی وارد نوار غزه خواهد شد. این دو مسئله اصلی هستش که در هیئت ها در رابطه با اون مذاکره میکنن در حال حاضر. خیلی ممنونم ازت بابک اساقی، همکارم که از تل‌آویو همراه ما بود.